به کنفرانس کمیته بین‌المللی علیه اعدام خوش اومدید. فکر میکنم همگی میدونیم که 10 اکتبر روز بین‌المللی علیه اعدام هست. از سال 2003 این روز توسط چند نهاد به رسمیت شناخته شد. اعدام معمولاً حربه‌ای بوده تو دست دولت‌ها برای ترسوندن، برای به قول معروف سر جان نشوندن مخالفین، یه وقتایی برای مخفی کردن واقعیت. و جمهوری اسلامی این حربه رو از ابتدای به قدرت رسیدنش به کار برده تا به امروز. منتها اگر بخوایم در مورد اعدام صحبت بکنیم، باید بگیم که در بخصوص ایران یک وجه مشخصه و برجسته این مسئله اعتراضات و مبارزات علیه اعدام هست. علیه اعدام و مبارزه علیه اعدام یا جنبش علیه اعدام امروز یک جنبش قوی در ایران هست که اگر بخوایم به سابقه این مبارزه، این جنبش نگاه بکنیم، ببینیم واقعا یه مبارزه بوده بی وقفه، بی امان و قدرتمند، رو به پیش جلو رفته. و امروز در این کنفرانس ما 3 تن از فعالین این عرصه رو در این کنفرانس داریم که بسیار بسیار فعالیت کردن و واقعا میشه گفت هر لحظه حرکتشون، پیشرفتشون نجات زندگی هایی بوده. هرمز رها، نوشین کدخدایی و زرقام اسدی، اولا خوش آمد میگم بهتون. بعد از اون خیلی ممنون که در این کنفرانس شرکت کردید. ما میخواییم بررسی بکنیم، ببینیم که روندی که پیش رفتیم به چه صورت بوده. طبعا شما فرصتی پیدا میکنید برای اینکه بتونید اظهار نظر بکنید، صحبت بکنید یا سوالی مطرح بکنید تا بتونیم با کمک هم یک کنفرانسی رو که سعی میکنیم هم خیلی طولانی نباشه، حوصلتون سر نره، پیش ببریم. که من سوالات رو مطرح بکنم، فقط بگیم که طی تاریخ جرم معنای متفاوتی پیدا کرده یا در جوامع مختلف جرم معنای خودشو داره. توی یه جامعه‌ای مثل ایران همجنسگرایی جرم هست و حتی میتونه منجر به اعدام بشه، ولی توی جامعه‌ای مثل خیلی از کشورهای اروپایی نه تنها جرم نیست که کسانی که همجنسگرا هستن میتونن زندگی مشترک داشته باشن، حتی بچه داشته باشن، هم آدوپت بکنن هم خودشون بچه دار بشن، و بی خدایی همینطور، و خیلی نکات دیگه‌ای که فکر میکنم برای هر کدوممون خیلی مشخص هست که جرائم توی ایران خیلی متفاوت هست با جرائم تو خیلی از کشورهای مدرن، مترقی، و به طریق اولا مجازاتی که برای جرائم در نظر گرفته میشه بسیار متفاوت هست. اما از سوالات و صحبت‌ها، از هرمز رها شروع میکنم. هرمز رها فکر میکنم همتون میشناسین. ایشون مسئول کمیته بین‌المللی علیه اعدام هست. تلاش برای جلوگیری از اعدام در ایران یه جزئی میتونم بگم از زندگی شما و روزمرگی شما شده. اگه بخوایم از تمامی لحظات تلاشتون صحبت بکنیم، فکر کنم یه دفتر خیلی بزرگ میشه. ولی یک مقاطعی هست که بسیار مهم هست، تعیین کننده هست و تونسته روی این روند تأثیر بذاره. اصلا نظر شما در مورد این که چرا مبارزه علیه اعدام مهمه رو اول میخواییم جویا بشیم؟ بفرمایید. بله، خب چرا مبارزه علیه اعدام مهمه؟ برای اینکه ما معتقدیم، کمیته بین‌المللی علیه اعدام معتقده که اعدام قتل عمد دولتیه. اعدام این اختیار رو به دولت‌ها میده که آزادانه با برنامه بتونن جون کسی رو بگیرن، و این جون کسی رو گرفتن طوریه که در جامعه جون انسان‌ها بی‌ارزش میشه. اون وقت وقتی جون آدم‌ها رو میگیرن، یعنی به تمامی حق حقوقشون میتونن دست درازی کنن، میتونن تمامی حق حقوقشون رو زیر پا بذارن، میتونن برن سراغ تمامی خواستای انسانی، خواستای برابری طلبانه، تمامی اینا رو بتونن
سرکوب کنن، جلوش بگیرن و دهنها رو ببندن. وقتی که اعدام که میگیم قتل عمد دولتیه به عنوان یه ابزار دست دولت قرار میگیره، میتونه در مقابل آزادی بیان وایسه. یعنی هر کسی میخواد دولت نقد کنه، میخواد باوری رو نقد کنه، میخواد یک سیستمی رو نقد کنه، انتقاد داره، نظر داره، میخواد ثابت کنه که این چیزی که شما میگین حالا علمیه، نمیدونم هنریه، سیاسیه، هرچی هست غلطه، خب مواجه با سرکوب میشه، مواجه با دستگیری میشه، اون ابزار اعدام بالا سرشه. تو جوامعی که دیکتاتورها حاکمند میخوان حکومت خودشونو، بقای خودشونو با اعدام تداوم بدن. یعنی جایی که دیکتاتوری حاکمه، خب این ابزار در کنار ابزارهای دیگه، در کنار زندان، شکنجه، اعترافگیری و تمامی این ابزاری که میگیم برای خورد و نابود کردن انسانها، اعدام بالاترینشه. اعدام یک ابزاریه که با این وسیله میتونن بیشترین خشونت رو در رابطه با یک فرد، در رابطه با یک انسان به کار بگیرن. یعنی اون که میگیم شکنجه، اعترافگیری، نمیدونم انفرادی و مسائلی که تو زندان هستش، آزادی های فرد رو محدود میکنه، به کمبود دارو، کمبود غذا و هزاران قطع ملاقات، هزاران فشار و برنامه‌ای که در رابطه با یک فرد میتونن به کار بگیرن، اعدام طوریه که برگشت ناپذیره. یعنی که یه حکمیه که صادر میشه، اجرا میشه، اگر خلافش ثابت بشه، اگر ببینن که اشتباه کردن، دیگه جون اون طرف بر نمیگرده، یعنی اون شخص نیست و نابود شده. اعدام خب میبینیم که اثرات مخرب اجتماعی داره، گفتیم خشونت رو نهادینه میکنه، افراد میبینن دولت داره میکشه، خب میگن خب این حق برای ما هست دیگه، دولت با برنامه داره یکی رو میکشه، خب ما میتونیم این کارو بکنیم، توی قبیله، توی خانواده، توی نمیدونم محله، توی محیط جامعه این همه جنایت هست و کشت و کشتار هست و قتل هست، خب یه بخشش به همون برمیگرده. یه حالتی که یه فرهنگ ایجاد میکنه که آدما میتونن آدما رو بکشن. در جامعه‌ای که اعدام نیست، میبینیم که قتل و جنایت و کشتار رو به هر حال این همه خشونتی که تو اون جامعه که اعدام باشه اونجا هست، ولی اینجا ها نیست. خب علتش اینه که همین اعدام خشونت رو نادیده کرده. از طالب با کوتاه بگم، توی جمهوری اسلامی این کلی، به طور کلی در تمامی کشورها که اعدام هست صادقه. خب توی بعضی کشورها اعدام 100 برابر جنایتکارانه تره. اولا اینو بخوام بگم که اعدام، چه اعدام افراد عادی، چه سیاسی، چه اعدام های عقیدتی، تمامی این اعدام ها سیاسیه. فرق طرف که مواد مخدر عنوان به اتهام مواد مخدر میگیرن و بعد اعدام میکنن، یا کسی که 20 سال همین تازگی ها دو نفر رو، یکی 20 همین هفته گذشته و 2 ماه گذشته، یکی 23 سال در زندان کرمانشاه زندانی بود، اعدامش کردن. یعنی چقدر جنایتکارانه 20 سال حکم اعدام بالا سر یک نفر باشه، اصلا قابل تصور نیست که چه گذشته به اون شخص، به خانوادهش، مرتب انتظار تنابه دار. یکی تو اصفهان 20 سال زیر حکم بود، همین هفته گذشته اعدام کردن. یعنی میخوام بگم که تو ایران تمامی اعدام ها همونجور که تو جهان میگیم سیاسیه، میخوان دولت ها، طبقه حاکم میخواد قدرت خودش رو نگه داره. تو ایران
صد برابر سیاسی تره، صد برابر جنایتکارانه تره، به خاطر اینکه ما میبینیم کسایی که به باورهای دیگر اعتقاد دارن اعدام میکنن، کسایی که همجنسگرا هستن الان اشاره کردن در اول برنامه اعدام میکنن و همجور بگی برو کودکان اعدام میکنن، تو ایران صد برابر جنایتکاران تره به عناوین مختلف، به بهانهای مختلف، با اتهامات مختلف، این جاسوس، اون طرفدار غرب، این طرفدار کدوم کشوره، این یکی به هر حال خارج از ازدواج رابطه داشته، تازه یک نوع اعدام سنگساره که وحشیانه ترین و خیلی قرون و وسطایی تر از انواع شکنجه ها سنگسار. لطفا کوتاه کنید. آره، که به همت مبارزات مردم تو ایران، مبارزات جهانی به علیه سنگسار تو ایران که همه کمیته بین المللی علیه اعدام خیلی نقش داشت، میلیون ها نفر اومدن اعتراض کردن به این مجازات وحشیانه، سنگسار متوقف شده تو ایران. ولی خب به هر حال تو ایران میگیم جنایتکارانه است به خاطر اینکه سیستم قضاییش مدرن نیست، به خاطر اینکه بخشی از سیستم قضایی به همون قصاص که میبینیم که قانون قرون وسطاییه، قانونیه که جون رو در مقابل جون، چشم در مقابل چشم و انسانها رو اینچنین به قتل میرسونه، حتی خانواده ها رو در رابطه با قصاص میاد دخیل میکنه، خانواده های مقتول رو که بیاین چهارپایه از زیر پای اون شخص بکشین. به هر حال قوانینش اینچنینه، ارتجاعیه، شیوه هاش از بلندی پرت کنن، نمیدونم سنگسار کنن یا با تناب دار بکشن که بیشترین زجر رو طرف بکشه، شیوه هاش ارتجاعیه، غیر انسانیه، ضد انسانیه، قوانینش ارتجاعیه و کل چیز آدم ها رو نگر میدارن، کلی ارتشی از اعدامی ها، هزاران نفر توی زندان ها هستن، هزار نفر فقط مواد مخدری همین سال گذشته اعلام کرده بودن حکم اعدام دارن، این ارتش رو نگر میدارن هر جا لازم شد در مقابل جامعه میارن اعدام میکنن، به شیوه های میوردن تو خیابون اعدام میکردن، شیوه هاش این چنینه. به هر حال من کوتاه چون وقت نیستش، اعدام خب این چنین جنایتکارانه است، ضد بشریه، باید تو سراسر دنیا لغو بشه و مجازات اعدام کلا از بین بره. خوشبختانه 170 کشور الان نوشین نوشته بود یک چیزایی رو این مجازات رو یا اجرا نمی‌کنن یا لغو کردن قوانینش. خب حتما فرصتی هست اگر شما بخواید روی صحبتایی که از هرمز پرسیدم یا هر کلمتون صحبت میکنین کامنت بذارین، فرصت فکر میکنم باشه. اما در رابطه با یه مقاطعی گفتم که تعیین کننده است، من برمیگردم حتما روی صحبت شما، به سنگسار اشاره کردید و یا به مواردی که حکم اعدام انجام نشد و اینا حتما روش صحبت میکنیم. اما نوشین، شما یکی از فعالین علیه اعدام هستید که فکر میکنم هر کدوم از تظاهرات هایی که توی خیابون اتفاق افتاده ما شما رو میکروفون به دست دیدیم که در حال تهیه گزارش هستین و از دادگاه نوری گرفته تا تظاهرات های توی میدون های مختلف دیدیم که شما دارین این کار رو میکنین، گزارش تهیه میکنین. یه مقدار راجع به اهمیت این موضوع، اینکه توی کف خیابون چقدر تعیین کننده هست، چقدر مهمه که ما کف خیابون باشیم، اعتراضمون رو خیابونی انجام بدیم، فعالیتمون رو به این صورت بخوایم ارگانایز بکنیم، یه مقدار در این مورد صحبت بکنیم. همونطور که هرمز گفتن، ما با برای مبارزه با اعدام با حکومتی طرف هستیم که اعدام رو، یعنی بر اساس اعدام بنا نهاده شده، پایه‌هاش به اعدام گره خورده. خب جمهوری یکی از اهمیت‌های حالا همین حضور در خیابان برای اعدام و حتی موارد دیگه این هستش که جمهوری اسلامی واقعیت خودش رو به جامعه جهانی نمیگه. جمهوری اسلامی با سفارت‌هایی که داره، با سفرایی که در کشورهای مختلف داره، با وزیر امور خارجه‌ای که میفرسته به کشورهای مختلف، چهره دیگه ای داره، از خودش به جامعه جهانی نشون میده. و ما با این ارتباطی که هنوز میبینیم کشورهای اروپایی و بقیه کشورها که هنوز با جمهوری اسلامی دارن مماشات میکنن، اینو نشون میده که
هنوز اون چیزی که داره داخل ایران اتفاق میفته رو اونا اونجوری که باید ازش آگاه نیستن. اینجاست که حضور در خیابان مهم میشه. اینجاست که ما میتونیم اتفاقهایی که در ایران میفته رو اینجا انعکاس بدیم و به واسطه گزارش‌هایی که تهیه میشه کشورهای اروپایی، جامعه جهانی و خود مردمی که در اون کشورها هستند و دارن برای جزئی ترین موارد مربوط به حقوق بشر تلاش میکنن آگاه بشن. ما وقتی میریم تو خیابون، همین دیروز در رابطه با اعدام، در رابطه با کولبری که کولبران رو میکشن، جیان علیپور رو دیروز با تیر، با شلیک مستقیم گلوله کشتند. این واقعیت جمهوری اسلامیه. واقعیت جمهوری اسلامی بهنام محجوبی رو در زندان کشتنه، زندانیان رو نداشتن حق و حقوق برای زندانیانه. واقعیت جمهوری اسلامی اینه که هم در سالهای اخیر از وقتی که روی کار بوده جز 5 کشور اول در اعدام بوده. واقعیت جمهوری اسلامی اینه که در رابطه با زنان، اعدام زنان که امسال مربوط روز علیه اعدام، حالا در صحبت خواهیم کرد در موردش، به این موضوع اختصاص داده شده، جمهوری اسلامی کشور اول در رابطه با اعدام زنان. وقتی به کودکان میرسیم، 10 کشور بودن که اعدام رو داشتن، جمهوری اسلامی بین اون 9 کشور دو برابر بوده آمارش برای افراد زیر 18 سال. خب با این حکومت در طرفیم که میاد در جامعه جهانی روابط بین المللی برقرار میکنه و کشورهای دیگه هم مماشات میکنه. این اهمیت حضور در خیابان ها اینه. حضور در خیابان ها یکی از مورد جنبش علیه اعدامه که ما در ایران هم داریم. وقتی قراره در کردستان ما شاهدش هستیم، در جاهای دیگه هم شاهدش هستیم. وقتی که نوید افکاری رو اعدام میخواستن بکنن، ما دیدیم که مردم چجوری حاضر شدن در خیابان ها. شاید از اون اعدام جلوگیری نکرد، ولی اینا رو به چهره های جهانی تبدیل کرد. مردم در ایران بلند شدن. حمایت از خانواده های اعدامی ها رو داریم. رامین حسین پناهی رو که خب کمپین های بزرگی تشکیل شد ولی متاسفانه اعدام شد، زمانی که پدرش کشته شد میبینیم مردم با حضورشون در همون منزلشون، با این حضورایی که دارن، تونستن جسدی رو که جسدش رو پس بگیرن و جسد پدرشون رو. این اهمیتی که چهره واقعی جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، این حضور در خیابان ها این اهمیتشه. بله، خیلی ممنون. و اما زرقام اسدی، نوشین وقتی که داشت صحبت میکرد راجع به ارتباط ایران با کشورهای غربی صحبت میکرد، اینکه کشورهای غربی نماینده میفرستن و سعی میکنن چشم بپوشن در مقابل بیحقوقی که مردم باهاش روبرو هستن توی جمهوری اسلامی. یکی از کارهایی که شما انجام میدید، من میتونم بگم شما مسئول روابط بین المللی کمیته علیه اعدام هستید، ارتباط با پارلمان یا افرادی که فکر میکنین میتونن نفوذی داشته باشن، تأثیری داشته باشن، این هست. تأثیر اینو میخوام بگیم، یه مقدار صحبت بکنیم ببینیم که ارتباط مثلا با پارلمان سوئد چه نقشی میتونه داشته باشه تو جلوگیری از اعدام ها؟ ما معتقد هستیم که جمهوری اسلامی ایران فقط به همت مردم ایران سرنگون میشه و اعدام هم فقط به همت مردم ایران در ایران پایان پیدا میکنه و از بین میره. این اصل مطلبه. ولی این دلیل بر این نیست که ما بر دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک جهان فشار نیاریم و وجدان خفته اینا رو بیدار نکنیم، یا حالا لااقل یه تکونی بهشون بدیم که علارغم تمام صحبتهایی که شما از حقوق بشر میکنید، از حق مردم میکنید، باز هم میدید دست در دست این جانیان میدید و اونا رو به رسمیت میشناسید. همه ما میدونیم که حمید نوری، یکی از جانیان جمهوری اسلامی ایران، در سوئد در قوه قضایی سوئد داره محاکمه میشه و این همکار رئیسی بوده و رئیسی این جانی خیلی راحت با حقوق بازی هاش شده رئیس جمهور ایران
و اینا باش مماشات میکنن، با جمهوری اسلامی ایران مماشات میکنن. بنابراین تلاش ما تغییر منش دولت‌های غربی نسبت به ایرانه و برای این تأثیرگذاری ما هم استدلال داریم و هم برای استدلال هامون مدارک و اسناد معتبر داریم. وقتی که ما با اینا در سوئد یا در کشورهای دیگه کمیته بین‌المللی علیه اعدام ملاقات و دیدار میکنه، ما هم از افراد خاصی مثل برادران اسمشون الان یادم رفت، برادران افکاری، ببخشید، برادران افکاری، خود افکاری، احمد جلالی و این تمام کسانی که در زندان هستند، تحت در تهدید اعدام هستند، همه اینا رو یک به یک ما گوشزد میکنیم، یادآوری میکنیم، تاریخچه‌شون رو میگیم و در این حال وضعیت کلی سیاست ایران رو نسبت به مردم ایران، نسبت به زندانیان سیاسی مطرح میکنیم و دیدیم تأثیرش رو هم دیدیم. آنچرا که ما گفتیم یادداشت میشه، به صورت گزارش نوشته میشه و به وزارت امور خارجه سوئد و ادارات مربوط به وزارت امور خارجه سوئد داده میشه و به سفارت سوئد در ایران هم فرستاده میشه و تا اونجا هم که به ما اطلاع دادن در بسیاری از جاها سفارت سوئد با دولت ایران بر اساس ملاقاتایی که ما کردیم صحبت کردن و من به سایت دولت سوئد، سایت مجلس و سایت برخی از نمایندگان سوئد هم مراجعه کردم و دیدم که اون صحبتایی که ما شدیم حالا یا به صورت به صورت‌های در بحث‌های سیاسی گنجونده شده و این خیلی مهمه و خیلی هم تأثیر گذاشته و ما هم ادامه میدیم. خیلی ممنونم. اشاره میکنن که فرصتمون خیلی طولانی نیست. سه تا سوال دیگه هست. من خیلی دلم میخواست راجع به مثلا سنگسار، توقف سنگسار بتونیم صحبت بکنیم، نمیدونم میرسیم یا نه. نکاتی رو که مطرح میکنم لطف بکنید کوتاه‌تر جواب بدیم که ما برسیم به برنامه‌مون. هرمز رها، هفته گذشته شما دیداری داشتین با وزیر امور خارجه، نه وزیر، نماینده امور خارجه سوئد در رابطه با مسئله اعدام که یه تیم بودین. لطفاً برای ما توضیح بدید چی گذشت در اونجا. بله، خب ما یک تیم از کمیته بین‌المللی اعدام و فریدم نو، کمپین برای آزادی کارگران زندانی، رفتیم. من با زرقام اسدی، با خلیل کیوان. خب جزئیاتشو اینجا اگه وقت بشه بگیم خوبه، چون ما یک گزارش تصویری بلافاصله بعد از جلسه ملاقات که داشتیم یک گزارش تصویری دادیم و اونجا کلیاتو گفتیم. خب اینجا یک مقدار اگه فرصت بشه من جزئیاتو بگم. خب ما ملاقات‌های متعددی توی همین سال 2020-2021 سه تا ملاقات، چهار تا ملاقات داشتیم، اونجا مطرح کردیم، تاریخاشو گفتیم، با کیا ملاقات داشتیم، آخرین فردی که ملاقات داشتیم خب این پسترا اندرسون که ملاقات قبلی هم حضور داشت، این نماینده خاورمیانه توی امور خارجه هسته، وزارت امور خارجه، یعنی مسئوله. به هر حال اونجا ما صحبت کردیم، خواستهایی رو توی ملاقات‌های گذشته مطرح کرده بودیم. مثلا یکی از خواستها این بود که برادران افکاری انفرادی هن. اون موقع گفتیم توی 6 ماه پیش ملاقات ماه بود. بعد اینجا خواستیم که چیکار کردین. اون موقع به ما قول‌هایی دادن که ایشون گفتن آره ما تماس گرفتیم با سفارتمون در ایران و پیگیری کردیم از انفرادی در اومدن. به هر حال ما گفتیم که همچنان بدون ملاقاتن و تحت فشارن. اسماعیل عبدی رو گفتیم، امرزا جلالی رو گفتیم، اینا رو چیکار کردین، یعنی پیگیریمون رو ادامه دادیم که پاسخگو باشن. به طور مشخص سپیده قلیان رو گفتیم. سپیده قلیان خوشبختانه یکی دو روز بعدش تونسته بود بعد از اون ملاقات ما
یکی دو روز بعد تونسته بود تلفن بزنه به خانوادش و بگه من الان زندان اوین هستم. سپیده قلجیان رو هفته گذشته یک جمع 14-15 نفره حمله کردم خونه خواهرش با تمام وسایل و شخصیش و اینا بردن، معلوم نبود کجاست. اونجا تو ملاقات ما گفتیم اینا، به هر حال اینا رو گفتیم به دادگاه حمید نوری، به طور مشخص اشاره کردیم و گفتیم که این یک گوشه ای از اونجا، البته زرقام اسدی توضیح دادن گفتن یک گوشه ای از جنایات جمهوری اسلامی، مال یک دهه است، تازه مال یک دهه نیست، مال یک ماه سال 67. این سند و مدرکی در جلو شما که البته اون مطرح میکرد، اون خانم مطرح میکرد که اینا مسائل قضایی به مسائل سیاسی ما ربط نداره، اون دادگاه خودش تصمیم میگیره. گفتیم که اینا مدارکه، میتونیم استناد کنیم بهش. این همه جنایت توی اون دوره شده، تازه یه گوششه و موارد مختلفی رو ما اشاره کردیم که توی ایران این چنین جنایت میکنن. زهرا اسماعیل نامی رو، اسماعیلی نامی رو گفتیم که بعضی این که میخواستن اعدام کنن، یعنی سکته قلبی کرد و جنازه‌شو آویزون کردن. یعنی جنایات این چنین رو جلو چشمشون گرفتیم و ازشون خواستیم پاسخگو باشن. فرصت باشدن گزارش ریستر و دقیقتری رو باید برای خیلی ها منتظرم ببینم چی گذشته توی ملاقات ما. بله، بعد از اینکه ضبط و اینامون تموم شد حتما اگر ادامه داشته باشیم و بشینیم، هر کس سوالی داره میتونیم صحبت بکنیم، بیشتر ادامه بدیم اینا رو، ولی فعلا برای ضبط برنامه میگم. و اما نوشین، شما راجع به فعالیت‌های رو به پیش کمیته علیه اعدام برامون بگین، برنامه‌هایی که تو دستور دارید. بله، خب در رابطه با برنامه‌هایی که ما داریم، ببینید خب اعدام رو ما که همونجور که دوستان گفتن ما میگیم که اعدام یک قتل عمد دولتی هستش و اعدام، ببینید ما به عنوان مجازات قبولش نداریم، چون حتی در مواردی هم که در رابطه با بزهکاری بوده هیچ آماری، هیچ تحقیقی وجود نداره که اعدام باعث شده باشه اون موارد جرم کمتر شده باشن. ولی اعدام رو ما همونجور که شما هم در اول اشاره کردین، جرم، معنای جرم عوض شده و در هر کشوری فرق داره. در جمهوری اسلامی که بر اساس قوانین شرعی در اون وجود داره، خب تا وقتی که جمهوری اسلامی باشه و اون قوانین وجود داشته باشه اعدام هم وجود داره. و ببین اعدام یک مجازاتی، یک عملیه که بدون بازگشته. من اینا رو میگم که برسیم به برنامه هامون. کسانی که یه پروژه‌ای بوده به نام پروژه بیگناهی که هنوزم همچنان در حال انجامه، از سال 1992 در آمریکا شروع به کار کرد و طی این چند سال 330 نفر رو که به طور متوسط 14 سالم در زندان بودند رو اینها بر اساس DNA، بر اساس اثبات DNA مشخص کردند که اینها مجرم نبودند. اینهایی که به اشتباه در زندان بودند و محکوم شده بودند، اینها محکومیتشون باطل شد و اون عمر رو گذاشته بودند و دیگه عمرشون که رفته بود. و ببینید چقدر چه انسانهایی که حیاتشون گرفته شده. یعنی من وقتی واجه اعدام، هر زمانی که میخوام به زبان بیارم تمام موهای بدنم سیخ میشه، چون که شما ببینید یک انسان دیگه نمیتونه زندگی بکنه. در بدترین شرایط هر کسی یه عزیزی رو از دست داده میدونه که چقدر سخته. اون شخصی که میره و برای بازماندگانش که خب ما برنامه های متفاوت در این مورد داشتیم، برای این ما زوم، یعنی هدف کمیته بین المللی علیه اعدام اینه که برنامه هاشو در این راستا پیش میبره که باعث بشه این حتی مردم آگاه بشن، مردمی که هستن در ایران و حالا بقیه، برای بقیه جا آگاه بشن که چه اتفاقی داره میفته با اعدام کردن.
خب ما برنامه‌مون این هستش که برای برنامه آتیمون این هستش که ما رو موردهای اعدامی که در ایران هست، ما حالا اعدامهای سیاسی رو بررسی میکنیم، در رابطه با اعدامهای کودکان، اعدامهای زنان، اعدام محکومین به مواد مخدر رو به طور خاص مورد بررسی قرار بدیم، روشون زوم بکنیم. ما الان در کشور آلمان که مینا احدی اونجا هستند، بنیانگذار کمیته بین‌المللی علیه اعدام، ارتباط دارن، در اینجا هم که مسئولین ارتباط دارن، ارتباطمون رو در خارج از کشور بیشتر بکنیم، کمپین هایی رو در برنامه کاری داریم و اینکه عضویت پیدا بکنیم در سازمان ائتلاف جهانی که منسجم تر برنامه ها جلو بره و با سازمان ائتلاف جهانی علیه اعدام باشه، و سمینارها و کنفرانس هایی رو داریم که و همچنین جذب اعضا، کسایی که مخالف اعدام هستند بتونن به ما بپیوندن که ما بتونیم خیلی محکمتر با این موضوع برخورد بکنیم. حالا من اگر وقت باشه موارد دیگری رو میگم. ایشون دارن میگن وقت نیست، بعدن 3 دقیقه فرصت داریم که شما میتونید 2 دقیقه صحبت بکنید، که فکر کنم یه مقدار توی صحبت قبلی شما به این مسئله پرداختیم که الان میخوام مطرح کنم. در دیدار با مقامات خارجی، پارلمانا، غیره که میخواییم صحبت بکنیم، چه نکاتی به نظر شما باید برجسته باشه و بتونیم بیشتر روی اونا زوم بکنیم؟ ما در ملاقات با وزارت امور خارجی در سوئد و حتی وزارت خانه های امور خارجی کشورهای دیگه بر ضرورت تحریم سیاسی، بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی تأکید میکنیم، و اونا در تضاد با این سیاست ما مسئله گفتگوی دیپلماتیک رو مطرح میکنن و این خیلی جالبه. یک فضای پیش میاد در اونجا و این فضا فضای بحث و گفتگو و استدلال میشه که خیلی هم بعض وقتا حاد و تند میشه و ما بر اساس اسناد و مدارک معتبری که داریم و استدلالی که میکنیم از اونا، نه اینکه تقاضا بکنیم بلکه به جد میخوایم که بایکوت سیاسی و تحریم سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت و یک پشتیبانی از جنبش دادخواهی و عدالتخواهی ایران. خیلی متشکرم از شما. بذارید من راجع به بایکوت یک نکته بگم. در ملاقاتی که الان ایشون اشاره کردن، خب بایکوت جمهوری اسلامی که همیشه وزارت امور خارجه عنوان میکنه که ما باید دیالوگ داشته باشیم، تا دیالوگ نداشته باشیم نمیتونیم تاثیر بذاریم روی جمهوری اسلامی، روی سیاستاش و عملکردش. خب ما مطرح کردیم در دفعات گذشته، در همین بار آخرم، که جمهوری اسلامی رو این آفریقای جنوبی شما باید بایکوت کنین که مردم ایران تکلیف این رژیم رو یکسره کنن. به طور مشخص دوباره در رابطه با نماینده فریدم نو مطرح کردن که در رابطه با LIO اون جلسات کنفرانس های جهانی که دارن، اینو جمهوری اسلامی رو نمایندگانش رو که میان اونجا اینو بایکوت کنین، اینا رو طرد کنین، راه ندین، اخراج کنین، که باز استناد کردن، اشاره کردن به دوره توی آلمان در رابطه با نازیس، گفتن که همون موقع آلمان رو این کار کردن، از اون مجمع جهانی کارگری بیرونش کردن بخاطر اون جنایتی که انجام داده بود. بله. خب طبق این صحبت، اون رامی که به من نشون دادین، هنوز ما فرصت داریم، درسته؟ خب بله، یه مقدار من فکر کردم شما داریم که 3 دقیقه فقط وقت هست، منم گفتم خب پس سریع جمع بکنیم. ما این وقت ما رو گیر بینیم، وقت شما رو خیلی مطالب گفته نشده. بله بله، میتونیم ادامه بدیم. از باز به هرمز رجوع میکنم. یه سری واقعا مقاطعی بوده توی مبارزه علیه اعدام که تعیین کننده بوده، مثلا تظاهرات در 100 شهر که شد 110 شهر علیه سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، برای ما از اون بگید. بله، خب تا 10 سال پیش جمهوری اسلامی سنگسار میکرد زنها رو به جرمی که
رابطه خارج از ازدواج دارن می اومد و در جلو چشم مردم در گوشه ای از حالا برحال زندان یا بیرون زندان با عمل وحشیانه سنگسار به قتل می رسوند. خب یک فردی به اسم سکینه محمدی آشتیانی به همین اتهام میخواست سنگسار بشه. در دنیا مردم کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار که دوتاش مینا احدی بنیانگذاری کرده، همین کمیته ما، همین کمیته که هست و کمیته سنگسار رو، یک کارزار جهانی رو شروع کردن و در 110 شهر توی کشورهای مختلف اومدن به میدون، گفتن این عمل، این جنایت، این کشتن آدم به این شکل که میان یک زنی رو سنگسار میکنین انسانی نیست، وحشیانه است، قرون وسطایی، مال عهد عتیقه، این نوع قانون، این نوع مجازات باید برداشته بشه. خیلی ها اومدن اعتراض کردن، از هنرمندا، از ورزشکارا، از سیاستمدارا، توی مردم کشور به ویژه توی ایتالیا مردم زیادی اومدن، میلیون ها نفر اومدن تومار امضا کردن، اومدن ویدیو کلیپ پر کردن، اومدن تظاهرات کردن در سردر بالای شهرداری های ایتالیا، شهرهای مختلفش عکس بزرگ سکینه محمدی آشتیانی رو زدن. در آلمان همینطور، تو همین سوئدش تظاهرات ها، اعتراض های بزرگی شد و جمهوری اسلامی عملا دور اتحاد اروپا به جمهوری اسلامی گفتن که این سنگسار، این قانون رو باید بردارین شما، بلا ما رابطه‌مون رو قطع میکنیم. جمهوری اسلامی عملا دیگه سنگسار نمیکنه از اون تاریخ به بعد. حکم سنگسار سکینه محمدی رو کردن اعدام که بعدش هم الان سکینه محمدی آزاد شده و داره زندگیش میکنه. خب هم موقع خیلی ویژه مینا احدی با خانواده، با پسر سکینه محمدی آشتیانی ارتباط داشت، دو تا خبرنگار رو هماهنگ کرد، رفتن اونجا، داشتن با وکیل سکینه و پسر سکینه اون دو تا خبرنگار صحبت میکردن، همونجا جلو دوربین اینا رو گرفتن، تو دنیا پخش شد هستن که این دو تا خبرنگار رو گرفتن و انعکاس وسیع جهانی داشت، همه توجه ها به این قتل عمد دولتی جمهوری اسلامی بود که میخواست به اون شکل آدم بکشه و مردم، افکار عمومی دنیا اومدن و جلو سنگسار رو گرفتن. جمهوری اسلامی سنگسار میکرد که زنها رو از زنها از پاشون و از گلیم خودشون فراتر نذارن. رژیم ضد زن، رژیمی که قوانینش این چینه، نه این دیگه قانون مال عهد عتیقش آورده و جلو چشم جامعه که مردم رو بترسونه، زنها رو بترسونه، همه رو بتونه سر جاش بنشونه، ولی خب مردم اومدن جلوش گرفتن و یه موفقیت بود. خب نوشین کدخدایی، شما بگین از این مقاطعی که تعیین کننده بوده، اسامی یه تعدادی رو بردین که علارغم اینکه کمیته بین‌المللی علیه اعدام و در سطح دنیا فعالیتی شد ولی اعدام صورت گرفت، ولی شما گفتین شدن چهره‌های جهانی، یه مقدار از این بگین. مثلا نوید افکاری الان توی نروژ مسابقه کشتی بود، دارن میگن پرچم جمهوری اسلامی رو دارن میچرخونن، از اون بر شعار میدن زنده باد نوید افکاری یا عکس نوید افکاری رو بالا میبرن. بله، موردایی که بود دقیقاً یک رزگار زندی هم بهش اشاره بکنیم که متاسفانه کمیته علیه بین المللی علیه اعدام کمپین بزرگی هم داشتیم برای رزگار زندی، رامین و حسین پناهی، برای و در رابطه با این موارد که میگید، من از همون اولم گفتم که یکی از حضور در خیابان‌ها و این مواردی که به چهره‌های جهانی تبدیل میشن، اینها فراموش نمیشن. یعنی همیشه وقتی جمهوری اسلامی جایی میاد صحبت بکنه، اینها مقابلش وای میسن. یعنی اگر جایی بخواد از خودش دفاع بکنه، افرادی رو که به اعدام کرده، به قتل افرادی رو که اعدام کرده، اینها باعث میشه که این نتونه راهش جلو بره.
خب این اهمیت کمپین هاست، یعنی این اهمیت موندگاری اون افرادی هستش که جمهوری اسلامی اعدامشون میکنه. و چقدر نوید افکاری سخناش، اصلا سخنایی که گفته رو ما اگر گوش بدیم، خود اون سخناش ماندگاره، تمام اون سخنایی که گفته ماندگاره. و اینها ببینید شاید در مثلا یک سال دو سال اتفاقی نیفتاده باشه، ولی ما داریم میبینیم سالیانه به کشورهایی که مخالف اعدام میشن داره افزوده میشه. الان ما 160 کشور هستن که اعدام در اونها غیر قانونیه، یعنی وجود نداره. 29 کشور هستن که در 10 سال گذشته اعدامی در اونها صورت نگرفته. 7 کشور هستن که اعدام فقط در رابطه با شرایط جنگی اعدام در اونها یعنی قانونی هستش، یعنی برای جنایت علیه بشریت. 56 کشور خب متاسفانه هنوز اعدام هست، در صورتی که در بعضی از اونها اعدام نمیشه. 5 کشوری هم که اول هستن چین، ایران، عراق، مصر و عربستان سعودی هستش. این کمپین ها و این چهره هایی که اعدام شدن، همین ها کسانی هستند که باعث میشن به مخالفان علیه اعدام و کشورهایی که جزء اعدام نیستن افزوده بشه. ممنون. شما بیشتر در رابطه با ارتباط با پارلمان و غیره صحبت کردید، اجازه بدید من یه ذره به عقب برگردم، یه ذره از انگیزتون بگین برای اینکه چرا فکر میکنین با کمیته بین‌المللی علیه اعدام باید کار کرد، یا کلا علیه اعدام باید کار کرد. زندگی در خودش یک ارزش داره. اعدام یعنی معدوم کردن، از بین بردن زندگی. وقتی که یک دولت، یک حکومت قصاص رو مشروعیت بده و بعدم توی ایران بر اساس اون اعتقادات مردم به قوانین شرعیه اشاره بکنه، بنابراین این قصاص، یک قصاص و قتل یک چیز پذیرفته میشه، یک چیز به مقبول میشه که تو کوچه و بازار هم از اون استفاده میشه به عنوان قصاص، به عنوان قتل، یک چیز پذیرفته شده. و این در حقیقت تحقیر زندگی در خوده. هر انسانی حق زندگی کردن داره و به هیچ دلیل و هیچ کس حق نداره زندگی را از مردم بگیره. و این بهترین و بزرگترین انگیزه برای من و برای دیگرانه که بر علیه اعدام مبارزه بکنیم و سعی بکنیم که اعدام اصلا از بین بره در کشور ما و در جهان، چون زندگی در خود ارزش داره و هر انسانی حق زندگی داره. خیلی متشکرم از همگی شما عزیزان و شما که حوصله کردین به صحبت ها گوش کردین. پایان میبریم صحبت هامون رو با یک نقل قول از شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری. من یادمه یه بار شعله پاکروان توی یکی از کنفرانس های ما شرکت داشتن، خودشون گفتن مبارزه علیه اعدام عین کسی هست که خونه شو در مقابل آتش سوزی بیمه میکنه. به نظرم خیلی جمله داهیانه ای بود. خود شعله پاکروان گفت من داشتم عادی زندگیمو میکردم، هیچ وقت به مسئله اعدام فکر نمیکردم، ولی آتش سوزی اومد توی خونم. اگر تلاش کرده بودم قبل از این ماجرا این جنبش رو قوی تر بکنم، شاید دامن من رو هم نمیگرفت. به هر حال مبارزه علیه اعدام، همینطور که زرقام اسدی اشاره کرد، احترام به زندگیه، به امید اینکه همگی ما بشیم افرادی که علیه اعدام مبارزه میکنیم. متشکرم از شما. خب تمام.